اسید بهای عیاشی پدر، نویسنده شمیم فروتن، منبع روزنامه راه مدنیت، گوینده داستان اجمل غفوری. سلام تقدیم میکنم خدمت شما که شنونده چینل خودتان یعنی افغانستان جورنال هستین. آرزومند استم جور و ساعتمند باشین. قبل از آغاز ای داستان چینل خودتان را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را هم فشار بدین. آغاز داستان. در اتاق شبیه صنف درسی انتظار میکشم و لحظات بعد خانم با قد متوسط، بینی خوشتراش و چهره لاغر سپید از راه میرسه. زهره سروری، زن شبیه درخت سرو که در مقابل تمام ناملایمات زندگیش استادگی کرده، از اثر اسید پاشی شوهرش زیبایی صورت و بینایی یکی از چشمایش بر همیشه از دست داده. با آنکه گفتن از زندگیش ساده نیست، اما زهره میخواید تمام جزئیات زندگیش برم تعریف کنه. او با آرامی سرش بلند میکنه، دستایش محکم روی هم فشار میده، بعد آه بلند میکشه و میگه: درد ما یکی دوتا نیست، درد ما زخم است قوی تر از مردن که نه خدا کمک میتونه و نه بنده های خدا. او از زجرایی که در فقر کشیده، از نبود پدرش در دوره طالبا تا راه افتادن به دنبال پدر و آواره شدن در کشور ایران، با دست همو پدر روایت میکنه که او را در مقابل پول ناچیز به پیرمرد تریاکی یکی از اقوام دورشان سودا کرده بود. زهره دستایش تندتر به هم میماله و با صدای گرفته میگه: در زمان طالبا به دنبال پدرم راهی ایران شدیم، اما کاش هیچگاه او را پیدا نمیکردیم، زیرا هر بدبختی که کشیدم از دست او بود. گاه باورم نمیشه ما دختر امو پدر باشم که بر بدست آوردن پول بدونی که خجالت بکشه دست مرا گرفته و اتاق با اتاق پسرای مجرد میگشتند. زهره دستن 8 سالگی اسیر عیاشی پدرش شده بود. بدون عروسی با مردی که چندین سال از پدرش بزرگتر است زندگی مشترک را آغاز میکنه. در اوائل زهره کودک بیش نیست و چیز از زندگی زن شوهری نمیدانه. او همیشه شوهرش کاکا نظر خطاب میکنه. شوهر زهره اما شدیدن به تریاک اعتیاد داره و همیشه در خانه تریاک مصرف میکنه. گاهی اوقات که نمیتونه به تریاک دسترسی پیدا کنه، بدخلق میشه و به بهانه‌های مختلف زهره را زیر لتوکوب میگیره. زهره میگه: من نمیدانستم تریاک چیست و چرا استفاده میشه، اما همیشه دعا میکردم که کاکا نظر با خودش تریاک داشته باشد تا مرا حق و ناق مورد لتوکوب قرار نده. اولین فرزند زهره با دشواری تولد میشه. احساس مادرانه وجودش را لبریز میکنه و بعد از مادر شدن تازه میفهمه که کاکا نظر شوهرش است نه کاکایش. زهره با تحمل کردن شوهر معتادش چندین سال زجر میکشد تا اینکه شوهرش به جرم دزدی پول به زندان میفته. شوهر زهره با مکر و فریب به محض فرار کردن از زندان با زهره و فرزندش به طور قاچاقی به افغانستان برمیگرده، چون نمیتونه پول و جای بود و باش برای زن و فرزندش فراهم کنه. زهره را به ولایت پدریش یعنی غزنی میبره. پس از مدت بازم شوهر زهره بر فرار از دست قرضدارا مجبور میشه از غزنی به کابل کوچ کنه. زهره که دومین فرزندش نیز به دنیا میایه، به مرور زمان اعتیاد شوهرش بیشتر و بدتر شده، شک و تردیدش نیز در مقابل زهره شدت میگیره. زهره در این مورد میگه: از زندگی خیلی بدتنگ آمده بودم، همیشه جنگ، همیشه بدگمانی. وقتی میپرسیدم که تو از ما کدام خطایی دیدی، میگفت نه، اگه ببینم که همون لحظه زنده به گورت خواد کردم. وقتی میپرسیدم چرا این قسم رفتار میکنی، برای میگفت ما پیرستم و تو جوان. دمی وقتا اس میکنم که شوهر جوان دلت شده و دنبال شوهر جوان میگردی. اعتیاد و بهانه گیری شوهر زهره هر روز فزونی میگیره و زهره به بهانه مختلف زیر مشت لگدش سیاه و کبود میشه.
بالاخره جنون و دیوانگی شوهر زهره به حد میرسه که زهره را شبها از خانه بیرون مندازه و او مجبور میشه به تنهایی با پای پیاده مسافت طولانی را طی کنه و به خانه پدر پناه ببره که زندگیش را در قمار عیاشیش باخته. زهره با تأسف میگه شوهرم شبها با مشت و لگد از خانه بیرون میکد و فرداش دوباره به پاهای مفتاد و عذر میکد. ای کارش که بارها و بارها تکرار میشد، زهره به تنگ آمده و برای آخرین بار تصمیم جدی میگیره. او به شوهرش میگه که اگه ای بار از خانه بیرونش کنه، برای همیشه خانه را ترک کرده و دیگه پای خود را در خانه نمگذاره. شوهرش با عذر و زاری و تعهد بزرگای قومش او را برای آخرین بار به خانهش برمیگردانه. زهره فقط میتونه چند هفته را در فضای نیمه آرام به سر ببره. شوهرش اما بازم وحشیتر از قبل شده، زهره را در نیمه شب پر از کابوس از خانه بیرون مندازه. ای بار زهره مطابق واپسین تعهدش برمیشه با این زندگی پرماجرا بدرود گفته به آغوش مادرش پناه میبره. زهره در حالی که اشکا امانش نمیته با صدای گرفته میگه آه که عشق مادر تنها پناهگاه استی یک دختر است و تنها او میتونه پهنه بدبختی های دخترش بفهمه و زجرایش درک کنه. امو روز در آغوش مادرم بر تمام بدبختی هایم گریستم. مادرم با ما یک جا میگریست و نصیحتم میکد. زهره در ادامه سخنایش میگه نمیدانم چرا زندگی با ما ای همه بازی های وحشتناک را انجام داد. نمیدانم چی گناه را مرتکب شده بودم که سرنوشت سیاهیم این گناه رقم خورد. شوهر زهره بارها با مکر و حیله زهره را به خانه برده و بیش از پیش اذیتش کرده بود. بعد از این ماجرا بازم سر و کلش پیدا میشه و با گریه و التماس به پای مادر زهره میفته که برم رحم کنین. ما بدون زهره نمیتونم زندگی کنم و طبق روال گذشته سوگند و قرآن پیش میاره. اما مادر زهره دروغای او را میدانه. کنار دخترش میسته و تلاش میکنه زهره را از این پهنه بدبختی نجات بده. شوهر زهره که میبینه از هیچ راه نمیتونه به اهدافش برسه، با چاقو و اسید مادر زهره را تهدید به مرگ میکنه. مادر زهره مجبور میشه با قلب پریشان بر مدت به ولایت غزنی پناه ببره. زهره میگه از پدرم امید نبود. برادرم نداشتم که کنارم بیسته. در یک بلا تکلیفی و نامیدی فقط کوشش میکدم آرامشم را افس کنم. زهره از دوری تنها می زندگیش مادرش ده حال و روز بد به سر میبره. روز با خبرهای بد از جا تکان خورده و میفهمه که فاجعه خطرناک پیش رو خواهد شد. زهره با تأثیر ادامه میته دمان بودم که خواهرم با عجله نزد ما آمده و با ورخطایی گفت زهره یازنیم امرای خوشو اولادایت آمده. شوهرم به محض آمدن که هیچ کس نمیتونست او را کنترل کنه وحشیانه و ما و مادرم هم میپرید. بعد از جستجو مرا پیدا کرده و در اتاق زندانی کرد. در اون لحظات حس خیلی بد وجود من فرا گرفته بود. هر لحظه دلم گواهی بد میداد. دعا میکردم که ای کاش کس بازی پلیس خبر بده، اما از پلیس هم خبر نبود. از بس نفسم تنگی میکرد التماس میکردم که کلکین را باز بگذاره. دمی گیردار و کشمکش بودم که جهان پیش چشمایم تیره و تار شد. حس کردم با چاقو به زندگیم خاتمه داده شد. خیلی میسوختم و درد بدتر از مرگ را تجربه میکردم. زهره در حاله که حق حق به گریه افتاده بود در ادامه حرفایش میگه وقت صدای گوش خراش به سرم چرخید و شنیدم که کسی میگه در دادی زن بیچاره را در دادی. تازه متوجه شدم که اسید روی چهرهم پاشیده شده. می سوختم، عمیقاً می سوختم و درد می کشیدم و داد می کشیدم. به دیوار که فکر می کردم دروازه است می گفتم. هیچ کس به دادم نمی رسید. در حالی که لرزان و پاهایم سستی می کرد از رای پله ها بروی زمین افتادم. وقت با چشمای سیاه و چهره کبود خودم در برابر آینه خود قرار دادم از خود پرسیدم. زهره تو همون زنه بودی که دلت به دگرا می سخت. اما حالا دگرا به حال روز تو می گیرین. بی که زندگی به سر چی آرده و به چی حال روز افتادی. زهره در حاله که جنون و نفرت استخوان سوزه در صدایش موج می زد می گفت.
او وقت که سیدره روی صورتم پاشید و فریادم تا عرش آسمان بلند شد، خدا کجا بود؟ چرا بدادم نرسید؟ چرا کسی کمکم نکرد؟ بالاخره پلیس میرسه و شوهر زهره را دستگیر میکنه. زهره توسط همسایه ها به شفاخانه استقلال انتقال داده میشه و ماها در اونجا بستری میشه. روشنی یکی از چشمایش را اندکه به دست میاره، اما تورم صورتش همان گونه باقی میماند تا بالاخره به کمک یکی از تاجرهای خیرخواه برای تداوی به هندستان فرستاده میشه. او متواتر آه میکشه و با دریغ و با درد میگه: از زندگیم خوش نیستم، اما به خاطر فرزندایم نفس میکشم و میخواهم کنارشان بمانم. نمیخواهم اونا مثل ما دچار بدبختی شوند. او به کمک رئیس مؤسسه خیریه حمایت از کودکای خیابانی توانسته یک سرپناه مختصر را بر فرزندایش تهیه کنه، اما در حال حاضر بر ادامه تحصیل فرزندایش شدیداً به کمک مالی نیازمند است. زهره که نمیخواهد سرنوشت فرزندایش به سرنوشت پدرش گری بخوره، از مدد رسانانی که میتونه او را همکاری کنن میخواهد در قسمت تحصیل فرزندایش دست یاری بتن. زهره میگه: چندین بار به حقوق بشر مراجعه کردم، اما کسی به کمکم نشتافت و تنها کمک اونا برم ای بود که فرزندایم را به پرورشگاه بفرستن. اما نمیتونستم از فرزندایم دور باشم چون اونا محبت از پدر دریافت نکدن. حداقل من میخواهم کنارشان باشم و اونا را از محبت مادر محروم نکنم. زهره میخواهد با شجاعت فرزندایش را حمایت کنه و به حیث یک زن مبارز در صف زنای رنج دیده ای سرزمین قرار گرفته از حقوق خود دفاع کنه. پایان داستان.